که روسیه جایگزین شده بر به جای نفت ایران، نفت روسیه در حقیقت جایگزین نفت ایران شده. چرا؟ ایران که نفتش رو با تخفیف میفروخت به مشتریان آسیایش. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانمون. اون چه که دلیل اصلی هستش قیمته، و دلیل دوم علتش این هستش که خب در تبادل با روسیه کاری آسان‌تر از تبادل با ایران هستش، به خاطر اینکه دو مشتری اصلی که روس‌ها از ایران، نه فقط از ایران، حتی از عربستان هم رو بودن، به خاطر اینکه عربستان هم ناگزیر شد تخفیف‌های جدیدی برای چین و مشتریان آسیایی در نظر بگیره، چین و هند هستن. این دو تا کشوری که بیشترین مصرف نفت رو در آسیا دارن، بیشترین خرید نفت رو در آسیا دارن، و هر دو تا با روس‌ها به راحتی میتونن معامله کنن، به دلیل اینکه خب با چین که اصلا مرز مشترک دارن، خط لوله دارن، و این خط لوله حجم بالایی از نفت رو میتونه انتقال بده، و ارتباطات مالی دارن، یعنی وام گرفتن از این کشورها، سرمایه گذاری گرفتن از این کشورها، و برای بازپرداخت این پول حالا میتونن از نفت استفاده کنن، نفتی که امروز میدونیم خب 122 دلار 123 دلار رو هر هفته میبینه، و حالا اگر یه کسی باشه که بخواد همین نفت رو بفروشه به قیمت 80 دلار، خب در اون صورت مسلماً هند و چین اولین مشتریانش خواهند بود، و حتی هند داره تلاش میکنه که دریافتش رو افزایش هم بده. یه گزارشی که ما داشتیم هفته پیش این بود که هند مقدار دریافتش در طی یک ماه از روسیه نسبت به سال پیش 2.5 برابر شده، و یه چیزی در حدود 40 میلیون بشکه بوده دریافتی هند. خب جنگ اوکراین ادامه داره، نفت روسیه تحریم هست، با وجود این شرایط چقدر واقعا اصلا بازارهای بین المللی انرژی ظرفیت این رو دارن که بخوان نفت یک کشور تحریم شده دیگه مثل ایران رو بخرن؟ بازار انرژی ظرفیتش وجود داره، اینکه بخواد بخره و امکانش وجود داره، ولی اینکه بخواد چجوری پرداختش کنه این یک مسئله دیگه ای هستش. خرید نفت ایران به هر حال، روس‌ها بیش از ایران و کره شمالی زیر تحریم هستن، انواع تحریم به لحاظ تعداد، اما مسئله اینجاست که ما به مدت زمان طولانی زیر انواع تحریم ها هستیم، ما تمام مسیرها و امکاناتمون زیر تحریم هستش، و جدای از اون ما کار دنباله داری نمیتونیم انجام بدیم. حتی اگر در این دوران تحریم حالا مشتری هم پیدا شه یه مقداری نفت از ایران بگیره، نمیتونه روی این حساب بکنه که این وضعیت رو مثلا ایران میتونه برای 5 سال آینده ادامه بده، چون ما وضعیت سرمایه گذاریمون در صنایع نفت و گازمون به شدت آسیب دیده و این صنایع فرسوده شدن، و بدون سرمایه گذاری جدید، بدون تکنولوژی جدید، ما نمیتونیم همون استفاده قبلی رو از این صنایع داشته باشیم. برای همینم هم خب جایگاه ایران به این آسونی ها قابل بازگشت نیستش. ببینید دیروز قطر با شرکت توتال قراردادی رو امضا کرده که از پارس جنوبی که مشترک با قطر هستش برداشت بیشتری بشه، 2 میلیارد دلار فقط سرمایه گذاری توتال هستش توی اون حوزه، کنوکو فیلیپس، اکسون و شل هم قراره که اضافه بشن، و بزرگترین تأسیسات مایع سازی گاز رو در قطر تأسیس بکنن که در به تمام دنیا گاز صادر کنن. ما نداریم همچین چیزی رو، ما این سرمایه گذاری رو نداریم، ما این حتی روابط سیاسی رو نداریم که بخوایم امیدوار باشیم که به اینکه بیان و سرمایه گذاری کنن و تکنولوژی بیارن. برای همین هم ما نفت و گازمون آینده‌ای در این بازار با رویه فعلی نخواهد داشت، در حالی که گنجایشش وجود داره، نیازش وجود داره. ممنونم از توضیحاتتون. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا همراهمون بودین.